گوه لطو کوب می شوند. گوه هم سرشان رو پوکیزه می تراشند تا از روح برگردند. کارشان رو ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرو، اما دارویی طلبگار. همه چی رو سبوک وانمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگذرانی، کسی هم به قبل برخه با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟ میزنند افرخه، یک گندر پیان میشوند، هم مومتیان، یک کلاش خیلی مگرد، خیلی تم زندگی داریم، خیلی سمیشاند که کلاش را بمکنند. سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند. با ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می آمده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم. تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است، شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت. خود من بیزار شدم، همین کاری باری زندگی همین خلی داشت و همین خلی چی؟ زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود. پیاندر دارم. ای خونه سرم کده گره پا. دیگه یکم کس یاردمم نمیتونم. پیاندرم روز نمیتیا. مقصد آچه هم اگه که ترا بکاله گرفتم. فرزندوی ترا نه. یک یک همین. از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد. پس در ما چی کدوم کار میکنم بمار اید امیخل بیره اید دختره غیره امیخلی زد اینم تری کار را مخصول شدم. همین پسیده میشتم 20-30 سومه گرفتم. این ای کار 80-70 سوم کار میکنیم. روزی میشه 200 سوم 100 سوم کار میکنیم. درباره این کاری خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود. میگم پسیده میشم روز ما میگذرانم. خیلی چی بکنیم؟ بجا میکنیم. نزدی بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند. در قدی کچه می گردی تا ساعت و یک دو را کجان اسپان است در خنکی تنکی چیزای غص نداری. مجبوری سمی حرام قطی دو بوده که خراندنش بود نمیشه و سرمون. بعضی هاشون هسته که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنی. بعضی هاشون هسته که خیلی میگن ما هم اپا خوهر داریم. خیلی میگن این اسم تبگی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خیلی یک گنده پیان میشنن غم و مومتیان یک کلاش خیلی میگن خیلی تم زندگی داری. خیلی سومیشم اتیه کارش رو بود میکنی. 50 سوم 80 سوم 70 سوم. گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد. برای بچه ها جنگ میشود دختران که ایت بردی ما موندون تو کار کدی ما کار نکدون. برای مردک ها جنگ میشود که مقصد رفتی و ما موندون. تخمینه میگوید
بارها خواست که ترک این شغل کند، اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند. نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکه. شما مقصد بیره گردین، شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین، چی می کنین جای کارخونه ما را شما قنچه کن، مقصد کار کنه نمی تونین. گفته یگان جا کار ده نمی گیرند. یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد، نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند. پراک سر سر، یگان کسی آدم نمیکنم اپا. های دیگه چیکو کنم دیگه یگان نه داده رو میاردم میکننی اکم میاردم میکننی اپم خیلی تقدیر نصیب ده بوده یپجم. دوباره به کارش برگشت، کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود. یگان گم نمیگن خیلی برای بای خدم میگیرن که مقصد کسل پسل نکپیده باشین، خون میسپاریم، انالیس میسپاریم، برام کمه کپن که بچه هرام زرازی نکنی خطونم تونم خشی رو نگاه کنیم. مقصد ای خونی پوز ای را مستوره برای کسان نشیدن خدم آفا. هر ماه هر هفته ره میگذارونم. تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود. من همه کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم، دختره که زنه که همین بایا گوش کنه دیگه این کار رو نکنم که این کار عاقبتی خوب ندارم. سیرم نو یک فلاکت همه زنی میرم. دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تخمینه با تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورت تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالت های دیگر این گروه زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته‌ماه گولوه از زمره زنان فعال است که بیش از 10 سال باز با گروه دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد می کردند. فرشته‌ماه با زندگی ده ها چنین زن و دختران آشنا و از درد دل آنها آگاه شده است. از فرشته‌ماه که راضی شد با مادرین بارا صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند. از نوچوری، از نوعلاجی، از مشکلات زیاد در زندگی دست زدن، تنها موندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یگان اختصاص ندارن، یگان کدبانو نیستن و راه آسانی کار را میکنن و بیشتر مورد در دامی فریب میافتن. هستن زنهایی که به دام فریبی بعضی دیگران افتادن، یعنی اونها رو فریب داده به این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که به این رو رو می آورن گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است. سوال دیگر هم از فرشته‌ماه گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول می شوند. متاسفانه باید قید نمایم که 30 سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. 30 سالی رپردکتیوی یعنی از 18 تا 35 ساله. در بازار، در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. گویم خطا نمیکنه متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که مثلا همین 30 سالی رپرودکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب آموزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی
نولوزیمی جامعه امروز میگردن. برای چی عضوی نولوزیم؟ یعنی کسی اونو رو قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرسند. در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند؟ فرشتمو اینجا در برای مناسبت جامعه و اطرافیان با زنانی تنفروش صحبت میکند. راستی گپ همه روزه با این گناه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم. چونکه از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنند که از اویلا میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنند. چونکه پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید به این کار رو دست میزدیم. اویلا ندارند، شوهر ندارند، برادران نگاه نمیکنند. جامعه عموما گجای اجاره میشینند اونها رو میرونند. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبتی مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند. برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشتماه گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند. طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به بوری اول تنبیه میدین، به آنها کار فرماندهی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدن بوری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا باعث اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مورد جزا باعث آن میگردد که خطا نمیکنیم اگر همین دغلانه هم باشد پوست رو غفص میکند و این گونه شخص میگه خی بچه کمتر پسنداز میکنم یک نیم هزار جریمه را میسپارم، یا که با همون ناظر منطقوی زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم. و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چی راهی وجود دارد؟ البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام آمده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتری مورد میگویند که زدروه سیمیا، زدروه ناسه در اروپا بیشتری مورد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میبیارند هر گناه این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبتی خونیش آموزشی زبان ها و کسب با دخترکان پیش از هم مجبوری اونها را سنف 11 کار کنیم که سنف 11 را ختم بکنند. یک تا سنف 11 یک کسب بگیرند، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قوشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تا که پگاه خدای روز نکند یک معیوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از اویلش جدا میشود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلاگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشند. در ضمن نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را
تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت‌های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعداً تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد. بعد کوشش کردم جمع کردم پولا. زمین خریدم با همه محتواری و زیرایش شدگی مجبورم. رفتم یک یک بوره 400 تا چوجه خریدم. خیلی از 50 تاش مرد. بعد اومدم من جوی دختر بایتوری اکی این طرفی تکستیل اومدم یک دختر را بردم نشان داد. گوانا فلان خیلی میکنی چوجه را نگو میکنی. خیلی از 300 تاش خالون شد در تخم پنج مبت تخم کردم. بجه میدونم کی مرد میفروشه که چوجه همشن میشنستم میدونم. های همون دروی مرغا ولی برومده نمیتونم همون که مرغا است بخ خونه را میان میخورم ست بویز زندگیم رفتی ست با ایوالا میکنم بچه هم یادون چی بروی میکنم یادون دیر از دیمیوشم در یادون روزوی بکرمانم یادون چی بو میخورم با پیشونو میرم اجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثر کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.